مبارزه به سبک زنانه لیزا بیور فصل دوم اگر زنها را دوست نداشته باشم چه می شود؟ این حرفی بود که من عادت داشتم بگویم. حقیقت این است که الان زنها را خیلی دوست دارم. حتما می توانید زمانی را مجسم کنید که از آنها خوشم نمی آمد. نه تنها زنها را دوست نداشتم بلکه از این که خودم هم یک زن بودم نفرت داشتم. بنابراین از تفاهمی که در احساس ضد زن بین خواهرانم بود تعجب نکردم. بعضی از این نوع احساسات را از زنهایی در سنین و مراحل گوناگون زندگی شنیدم. در واقع همینطور که سفر و سخنرانی می کنم، این موضوع به نقطه اصلی ارتباط من با شنوندگانم تبدیل شده است. من جلساتم را با چنین جملاتی شروع می چند نفر از شما که امروز اینجا هستید؟ مطمئن نیستید که زنها را دوست داشته باشید ؟ اگر بخواهم با شما رو راست باشم، فکر کنم من بیشتر مردانه هستم تا زنانه. من از پسرها بیشتر از دخترها خوشم میآید. مردها هرچه میگویند منظورشان همان است و آنچه منظورشان است میگویند ولی شما هیچ وقت منظور زنها را نمیفهمید. من با مردها بهتر از زنها کنار میآیم؟ دوستی با زنها انرژی زیادی از آدم می گیرد. زنها اهل غیبت کردن هستند، روبروی شما یک حرف میزنند و پشت سرتان حرفی دیگر. من تقریبا مطمئنم که چه برای عموم و چه به طور خصوصی تمام این احساسات و ناکامی ها را بیان کردم. اما وقتی به این آتش زیر خاکستر فکر می کنم به نظرم کمی ترسناک میآید. بیایید اندکی متفاوت تر به این موضوع نگاه کنیم. من حتی نمیتوانم تصور کنم که جمعی از مردان برادری را که به وضوح به جامعه مردان هانت کرده باشد تصدیق کنند یا اینکه برادر یا خواهر سیاه پوستی بلند شود و خطاب به جمع بگوید آهای خیشاوندان عزیز میدانید من واقعا از سیاه پوست ها خوشم نمیآید در این صورت پایان خوشی نخواهد بود حال دامنه آن را تا جمعیت ایتالیایی ها، اعراب، بچه ها و غیره گسترش دهید. برای همه این گروه ها این رفتار عجیب به نظر می رسد. اما در مورد زن ها استثناست. چرا بیشتر زن ها با این تنفر و ناکامی همگانیشان با هم جنسان خود کنار آمدند؟ من حتی این تجربه را داشتم که به من گفتند تو از زنها خوشت نمیآید؟ خیلی خوب است من هم همینطور انگار ما از اینکه با زنهایی احاطه شده ایم که زنها را دوست ندارند احساس امنیت می کنیم. ما معمولا وجود فردی زنها را دوست داریم اما با مفهوم زن در کل مشکل داریم. وقتی که بحث جلو می رود ما نیز طبعیت خود را از دیدگاه های مردانه با نشستن و صحبت کردن در بر... درباره زندگی وابستگی و ارتباط ها بروز می دهیم. زنها خیلی احساساتی هستند. آنها همیشه نالان هستند. آنها فقط مفعولینی پرخاشگر هستند. نمی توانی به آنها اعتماد کنی. بارها تکرار کردم که ترجیح می دهم در اتاقی پر از مرد وارد بحث و گفتگو شوم تا در کلاسی که دی زن در آن شرکت دارند. این حقیقت تلخ و دردناک است. مگر زنها چه اشکالی دارن؟ فکر می کنم چنین اپیدمی احساس ضد زن نیاز به پاره ای توضیحات دارد. شاید بهتر است با پاسخ به سوال چرا زنها زنها را دوست ندارند شروع کنیم. چه عاملی می تواند دلیل دوری گزیدن تعداد زیادی از خانمها از همجنسان خود باشد؟ متاسفانه بسیاری از ما ارزش زن بودنمان را نشناختیم. حال به نظر شما خیلی تعجب آور است که ما اینقدر از نقش خودمان فاصله گرفته باشیم در حالی که هرگز درک درستی نداشته ایم که زن بودن یعنی چه اگر به اطرافمان نگاه کنیم متوجه میشویم که تقریبا در تمام حوزههای زندگیمان با این عدم شناخت کافی از عرضش های زنانه رو روبرو هستیم خدا در حال بیدارسازی شخصیت های فردی ماست تا بفهمیم چطور می توانیم تبدیل به دختران، همسران، مادران، رهبران و دوستان بشویم. زنها باید شخصا در ساختن محیط منحصر به فرد خودشان سهیم باشند تا تأثیر گذار و این امر هرگز با بیرقبتی برای جنس ما امکان پذیر نمی باشد. اتفاقی را که مدت کمی پس از نامزدی من و جان روی داد خوب به یاد دارم. در یک پارک نشسته بودیم در حال گفتگو درباره آینده مشترکمان بودیم که من کاملا به هم ریختم. بالاخره متوجه شدم که من یک زن هستم. دورنمای نامشخصی از ازدواج من این حقیقت را برایم آشکار کرد. من باید برای باقی عمرم نقش زن بودن را بازی می کردم. جان از این که طرح زندگی مشترک آینده ایمان را تصویر کند در پوست خود نمی گنجید. اما همانطور که او صحبت می کرد من به وحشت افتادم. پیش از این که بفهمم چه می کنم فریاد زدم. من از این که دختر هستم متنفرم. جان گیت شده بود. عروس او واقعا سعی داشت چه چیزی به او بگوید. بعد همانطور که فکر می کردم زن بودن چقدر وحشتناک و خفقاناور است شروع کردم به گریه کردن. شرمساریم واکنشی به ناکامی هایم بود. می با تن دادن به ازدواج برای همیشه هدایت سکان زندگیم را از دست بدهم و در واقع شاید بیش از آنچه فکر می کردم دشواری هایی در انتظار من در کمین بود. پس از تقریبا پانزده دقیقه بس نوبت جان بود که بترسد. خوشبختانه ما در همسایگی زوج ایمانداری بودیم که برای جان مثل پدر و مادر بودند. او فکر کرد شاید خوب باشد سری به با آنها بزنیم تا من هم بتوانم از خانم خانواده اطلاعاتی کسب کنم. پس از تقریبا پانزده دقیقه بس نوبت جان بود که بترسد. خوشبختانه ما در همسایگی زوج ایمانداری بودیم که برای جان مثل پدر و مادر بودند. او فکر کرد شاید خوب باشد سری به با آنها بزنیم تا من هم بتوانم از خانم خانواده اطلاعاتی کسب کنم. جان واقعا تلاش می کرد تا مرا راضی کند که برویم چون به راحتی آرام نمی شدم. از ما به گرمی پذیرایی شد و این خانم دوست داشتنی ما را دعوت کرد تا داخل شویم. من آهسته رفتم داخل و مستقیم به دستشویی مهمان رفتم تا خودم را مرتب کنم. پیش از اینکه به اتاق برگردم، جان احساس کرد که لازم است درباره ظاهر ژولیده و صورتم که پیداست گریه کردم توضیح بدهد. او که از واکنش آن خانم مطمئن نبود گفت: لیزا میگوید دلش میخواهد یک مرد باشد و از اینکه زن است متنفر است. آن زن حکیم سری تکان داد و صبر کرد تا من برگردم و بعد نظرش را بگوید. با کمروی بیرون آمدم. او درباره این توقیان من چه فکری می کرد؟ آیا به جان توصیه کرده بود با او ازدواج نکن؟ اشکایم تقریبا بلا فاصله بند آمد. مرا نزدیک خود آورد نگاهی به چشمایم کرد و با سادگی گفت من میفهمم نفس عمیقی کشیدم و خودم را جمع کردم برای آن لحظه همین که توسط زنی که از من بزرگتر و عاقلتر بود درک بشوم به نظر کافی می رسید. احتمالا درستتر می بود گفته شود که حقیقتی نیست که ما دوست نداریم زن باشیم. بلکه تصویری که زنان در آن ظاهر شدن یا طبق آن به نمایش در میآیند دوست نداریم. بعدها فکر می کردم که آیا چیزی تعیین کننده گم شده است که ما دیگر نمی توانیم آن را داشته باشیم و در نبود آن سوکواری می کنیم؟ شاید دیدن محدودیت ها و یا ضعف هایی که در جنس ما گرد آمدن دوست نداریم. کافیست به رسانه ها نگاه کنید که چطور از زنها ها بهره کشی می کنند و در این حال از این طریق مردها را بی حرمت می کنند. ما ادعای ارزش مساوی می کنیم و بعد به خود اجازه می دهیم که خود را تا حد بازیچه جنسی بعد به خود اجازه می دهیم که خود را تا حد بازیچه جنسی صرف بودن پایین بیاوریم. به هر حال راه گم کرده به نظر می آییم و تعداد بسیار کمی از ما واقعا تلاش می کنیم که بعضی از این حقایق را تا اندازه ای در بازی زندگی هدایت کنیم. شاید به این شکل گفتن کمی آمرانه باشد اما ما پیش از اینکه دیر بشود دوباره آنچه از دست رفته به دست می آوریم. رویایی که به ما الهام می بخشد. حتی نمی توانم تعداد دفعاتی را که خانم جوان با هیجان از من سوالات اعصاب خورد کن و کنجکاوانه ای پرسیدند به شمارم. چرا زن بودن خوب است؟ ارزش ما در چیست؟ نقش ما چیست؟ من چه کاری می توانم انجام بدهم؟ نظر خدا درباره ظاهر زنانه ما چیست؟ آیا واقعا زندگی من بدون رابطه با یک مرد تعریفی دارد؟ حس می کنم که دعوت خدا را می شنوم اما نمیدانم که زن بودن یعنی چه؟ می توانید به من بگویید چطور باید زن باشم؟ برای مرور و ارزیابی تقدیر زنانه تان به من اجازه دهید تا چشمندازی را به شما نشان داده و شوق شما را برانگیزانم. شهری با شکوه را تصور کنید. این شهر جای عادی نیست چرا که فقط در افق جایی که آسمان و زمین با هم رخ به رخ می شوند نمایان می شود. اگرچه این شهر با طلوع خورشید به دنیا می آید شما خطوط طرحش را در تزاد با رنگ قرمز مرجانی که هر روز صبح میتابد میبینید و این تصویر آنقدر زنده و واقعی است که احساس می, کنید می توانید آن را از افق بردارید و در دستانتان نگه دارید بعد ناگهان ناپدید می شود همانطور که خورشید بالا می آید شهر استوره ای از دیدها ناپدید می شود به شما گفته شده که اگر چه این شهری واقعی است ولی با بقیه شهرها فرق دارد. ساکنان این شهر با ما خیلی متفاوتند. آنها همگی قوی، زیبا، نیکو و حکیم هستند. فرهنگ و رسوم این شهر برای ما کاملا بیگانه است. دروازه های شهر همیشه باز هستند و در افسانه ها آمده است که هر کس وارد این شهر بشود به ندرت مایل به ترک آنجاست. هر کسی که وارد شود می تواند از نعمت های فراوان این فرمانروایی بهره مند گردد و مرسای های وسیع آن هیچ وقت پر نمی شود و برای همه جا هست اما همه در این مکان برای خود جایی فراهم نمی کنند متاسفانه اغلب افراد میلی به سفر کردن به این سرزمین ندارند و فقط صبح هایی که هوا صاف است نگاهی به آن می اما آنانی که به این قلم رو سفر می کنن به ندرت باز می گردن. هر صبح فکرتان به سوی این شهر کشیده می شود اما فعالیت ها و مشغولیت های زندگی با توجه شما رقابت می کنن. فکرها و نگرانیها تمام ذهن شما را اشغال می کنند و موفق می شوند که تمرکز شما را برهم زنند. پیام های مخالفی علیه زیبایی بکر این شهر مبارزه می کنند. تا آن زمان که کاملا احساس می کنید به طور مقاومت نپذیری جذب شده اید مثل اینکه فرا خوانده شده اید و گاهی از خواب می پرید و نجوایی می شنوید که اگرچه به نظر متفاوت می آید اما انگار با حیات در هم آمیخته است. اکنون تنها بخش کوچکی از هویت شما شناخته شده است. اما آنجا کامل خواهید بود. شاید بعضی از شما فکر کنید که من بهشت را توصیف می کنم. اما درست نیست. من درباره پذیرفتن وعده ها و حقایق پادشاهی آینده می گویم. متا فصل شش آیه ده می پادشاهی تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. ایمان دارم که حقیقت پادشاهی آسمان فقط شنیدنی نیست. بلکه همچنین با شور و غیرت آن را زندگی کردن است. ما شاهد بازپس گرفتن بخشی از قدرت و زیبایی من خواهیم بود. این شهر درباره این که همه چیز آنگونه که باید باشد و اکنون نیست سخن می گوید. فرهنگی را به نمایش میگذارد که در آن همه دارای عزت و ارزشی یگانه هستند و این تفاوت بین آسمانی بلند پایه و زمین فعلی ماست این آسمان وسیع تقدیر و آرمان و آرزو را به هم میرساند من باور دارم که رویا عامل قدرتمندی است برای برانگیختن سرنوشت به بیان دیگر رویا عاملی است که به ما کمک می کند تا در مسیر تقدیر و آنچه از پیش برای ما در نظر گرفته شده بود پیش برویم. امثال فصل 29 آیه 18 می آنجا که رویا نباشد مردم افسار گسیخته می شوند. اما مبارک است آنکه شریعت را نگاه می دارد. بله رویا قدرت آن را دارد که موجب پیشرفت و ترقی زندگی ما شود و یادآوری می کند که ما نهایتا متعلق به مکان و زمان دیگری هستیم. آنجا هرچه نادرست است درست خواهد بود و همه با هم خود را در صلح و صفا می این امید ماست. اما الان چه کنیم؟ شکوه و جلال، هدیه یا عطای زن، اوایل امسال رویایی دیدم. آن زمان در استرالیا و در یک کنفرانس فوقالعاده با موضوع زنان بودم. در پایان برنامه گروهی از دختران نوجوان رقص زیبایی انجام دادند. همانطور که به جمعشان نگاه می کردم شیفته آنها شدم. آنها از فرم بدنی و سایزهای مختلف یعنی بلند، کوتاه، چاق و لاغر بودند ولی با وجود این وقتی موسیقی شروع شد با آرایشی هماهنگ حرکت می کردن. هم سرود و هم رقص به آنها می آمد. وقتی پرچمی زیبا را به حرکت درآوردند، اشک روی گونه هایم قلتید چند بار چشمم به یکی از دختران که سبز رو بود افتاد. به خودم گفتم دوست داشتنی است، نه؟ درست همان موقع بود که روح القدس در گوشم زمزمه کرد تو هم در سن این دختر همین طور بودی اما هرگز نفهمیدی دوباره به او نگاه کردم چهره او آینه ای بود که خودم را در آن سن و سال می دیدم. با این تفاوت که همیشه خودم را زشت و زمخت تصور می کردم. پس چرا الان اینقدر متفاوت به این موضوع نگاه می کردم؟ به دوست عزیزم لی که کنارم نشسته بود نگاه کردم. او لبخندی زد. چشمهای او هم پر از اشک شده بود. الان موقعیت فرق داشت. ما مادرانی بودیم که رقصیدن دخترهای من را تماشا می کردیم. خیلی شگفتاور است که گذر زمان و تغییر موقعیتها چه کار عجیبی می تواند انجام دهد. با گذشت سالها دیگر احساس فشار برای مقایسه خودم با زنهای دیگر نداشتم. خدا بخش های زخمی و صدم دیده مرا شفا داده است ولی به دنبال چیزی فراتر از این هستم. چیزی که آن روز جرقه ای در ذهنم ایجاد کرد. مشتاق روزی هستم که دخترهایمان به بازپسگیری شکوه و عشق و زیبایی منحصر به فردی که تنها در وجود زنها یافت می شود همت گمارند. من به دنبال زنانی هستم که نه تنها زندگی خود را شیرین ساختند بلکه با بخشی از آن شکوه و جلال آسمانی زندگی دیگران را هم مزین کردند. دلم میخواهد دخترانمان در حالی که مادران و مادر بزرگ به آنها نگاه می کنن بی بیواهمه برقصن. می خواهم برای جوانترها نوای یک مادر باشم و دوستی برای خواهران و دختری برای کسانی که پس از سالها رقصیدند برای چندی استراحت می کنن. می خواهم به زنان کمک کنم تا زیبایی و استقامتشان را در فصول مختلف زندگی باز یابند. مهم نیست که اکنون در کدام فصل یا مرحله از زندگی هستیم. چون این اتفاق فقط زمانی می افتد که نخست بیاموزیم همدیگر را دوست داشته باشیم و همانی باشیم که هستیم. زن باشیم. شکست به واسطه ایستایی و سکون. همه جوابها را نمیدانم. اما مشتاقم آنچه را هم با دیگران قسمت کنم. بارها ندای حقیقت با من صحبت کرده اما گوش ندادم. اغلب مرا صدا میزد اما نشنیدم. فکر می کردم آنقدر سرم شلوغ است که وقتی برای گوش سپردن به دروغ ها ندارم. متاسفانه وقتی مدت مدیدی به دروغ گوش می دهید، وقتی حقیقت با شما صحبت می کند یا نمی شنوید و یا از تحمل شما خارج است. من نیز زمانهای دیگر به دلیل وجود تمامی این تداخلها و نوعی ایستایی و سکون در زندگیم متوجه آنچه به من گفته شد نشدم. طی سالها پیغامهای متفاوت و گیج کننده بسیاری شنیدم. وقتی جوانتر بودم سخنان رهبران مکتب فمینیست را شنیدم اما بعد دیدم که در این مکتب هموار خشمی ساکن وجود دارد. وقتی بزرگتر شدم، اخبار زنهایی را که طلاق گرفته بودند شنیدم و در آن آوای نامیدی ها، دلشکستگی ها، دلتنگی ها، تلخی ها و خیانت ها وجود داشت. در دانشکده به استاد جامعه شناسی گوش دادم، اما در مباحث او نیز هایی وجود داشت. در کلیسا از دید رهبران آگاه شدم و در دستگاه مذهبی هم سکون و عدم تغییر دیدم. صحبت های هر کدام از این گروهها شامل بخشهایی از عدالت می داستان‌های داستانهایی حقیقی از مصیبتها، بیداالی ها،, ها، و آسیب ها و زیانها. وقتی این قطعات را کنار هم گذاشتم تصویری به دست آمد که دوست نداشتم. انتظار بیشتری داشتم. دلم میخواست صحنه ای را از رقص ببینم و لبخند بزنم. من آن شهر واقع در افق را میخواستم. وقتی میخواهیم همه چیز را بهبود ببخشیم قدم در راهی میگذاریم و طی سفر از مکانها و موقعیتهای متفاوتی میگذاریم. اما هر کدام از ما زنان باید به مقصد برسیم. نخستین دعای ما این است که در راه نشانه های از خود به جا بگذاریم و پلی بسازیم تا دختران جوان و پیرهای ما هم از آن بگذرند و بدین سان جستجوی ما به سوی حقیقت آغاز می شود. برای یافتن راهمان نخست باید از حالت سکون و ایستایی همیشگی خارج شویم. چرا که این حالت به طرز خطرناکی هر آنچه را که میشنویم خراب می کند. در زندگی من همیشه این تداخلها ها بودن. حتی وقتی کلام خدا را می خاندم، این صداها و پارازیت ها بدتر هم می شد. در روابط زناشویی، در شرایط خند آور، در سیاست مداری ها و آین هم این صداها حضور داشتند. همچنین در جگها و تنس ها، در کلیسا و در مدرسه هم به گوش می رسیدن. پیام این ایستایی و تغییر چه بود؟ زنها یک جور مسئله یا مشکل هستند. آیا تا به حال این جمله را شنیده اید؟ دقت کنید من نگفتم که زنها می توانند مسئله ساز شوند چون مطمئن می توانند بلکه گفتم زنها یک مسئله هستند. ممکن است این مسئله در جای نقش کاتالیزور را بازی کند اما در جای دیگر بار منفی دارد که جزو جدا نشدنی و یا مرتبط با جنسیت شماست. خدا را شکر که بعد از سالها دریافتم که در برابر هر دروغ حقیقتی آشکار وجود دارد. زنها مسئله یا مشکل نیستند. آنها راه حل و پاسخ هستند. یک لحظه به این فکر کنید. بگذارید زیبایی و اقتدار زنانه این صداهای مزاحم را کنار بزند و در تمام وجودتان رخنه کند. همانطور که خواندن این کتاب را ادامه می دهید به تکرار هر آنچه به واسطه این الگو می شنوید، نیاز دارید تا عمیقا درک کنید که شما راه حل و پاسخ هستید. اقتدارتان را بپذیرید. شاید بگویید نه من پاسخ نیستم. من خودم یک مسئله هستم. شما نمی دانید که زندگی من چگونه بوده است. ساکت باشید و گوش بدهید. من درباره گذشته شما صحبت نمی کنم. بلکه درباره آینده صحبت می کنم. اگر باور داشته باشید که شما راه حل هستید به زندگی و رابطه کاملا جدید نزدیک خواهید شد. مسائل یا مشکلات منفی و انتقادی و قضاوت معابانه هستند. آنها با نگرانی ها و ترس هایشان بر زندگی شما سواری می کنند. ولی راه حل ها و پاسخ ها صدای دیگری دارند و متفاوت هستند. آنها حکیمانه مثبت امیدوار و حیات بخش هستند پاسخها و راه حلها آرامی بخش هستند و ترس را با قدرت عشق نابود می کنند. اگر باور داشته باشید که شما یک مسئله هستید دیر یا زود مانند یک مشکل رفتار خواهید کرد همچنین اگر باور داشته باشید که راه حل و پاسخ هستید مانند یک راه حل رفتار خواهید کرد تصور کنید که اگر تمام نسل زن به این نتیجه برسند چه اتفاقی میافتد اگر هر روز خیشتن را در آینه نگاه میکردند و میگفتند من پاسخ و راه حل هستم من قدرت رویارویی با این دنیا را دارم من برای نیکی کردن آفریده شدم و نه برای آسیب رساندن نیاز نیست صدایم را بالا ببرم چون قوت و قدرت زمزمه کردن را دارم نیاز ندارم که سیاه یا سفید باشم چون من رنگامیزی و زیبایی آفرینش هستم یک پاسخ دلیل محکم برای وجود ما و انگیزه برای آفرینش ما بود. به این فکر کنید که بهشت مسئله یا مشکلی داشت و ما پاسخ خدا برای آن مسئله بودیم. شما پاسخ کسی هستید، پاسخ چیزی هستید. مشکلی وجود دارد که تنها وجود شما آن را حل می کند. قلبی شکسته و زخمی وجود دارد، فقط شما قادر به شفای آن هستید. شما صدایی در خاموشی هستید، شما زیبایی میان ویرانی هستید. شما قربانی نیستید بلکه راه حل هستید. قدرتی را که در این تغییر نگاه وجود دارد تصور کنید. زنها مانند مردها نیستند. آنها اغلب پاسخ و راه حلی برای مردها هستند. پیدایش فصل دو آیه هجده می فرماید خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها بماند پس برایش معاونی موافق وی بسازم. آدم نیاز به کمک داشت. هوا پاسخ نیاز او بود پاسخها یا راه حل وقتی به صحنه وارد می شوند برای اینکه حضورشان احساس بشود نیازی نیست مبارزه کنند. انسان حکیم این را می داند و آدم هم حتما می دانست. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخانهایم و گوشتی از گوشتم. از این سبب نسان نامیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. مردم هم درست مثل آدم وقتی زنها را می بینند مشکل را فراموش می کنند و نقش یک راه حل را می پذیرند. من باور دارم که دنیا در انتظار شماست تا راه حلی باشید. ما در دنیای مشترک زندگی می کنیم و اغلب فرهنگ کلیسا هم مکررن این طرز فکر را مخابره می کند که زنها بخشی از آچار فرانسه موتور هستند. این عبارت تمثیل ضعیفی برای موعظه است و درست نیست. زن برای راه حل بودن آفریده شد. او گنجی بود که آدم به دنبالش میگشت. وقتی زن عشق می ورزد به سان روغنی که با آن مس می کند زندگی را از خشک بودن نجات می دهد. وقتی او رها و آزاد است مانند زنجیری کمرزش و کم دوام نیست. آویز یاقوتی است که بر پایه طلا سوار شده است غزل غزلها فصل دو آیه چهارده میفرماید چهره خود را به من بنما و آوازت را بشنوان زیرا که آواز تو لذیذ و چهرهت خوشنماست دنیا در انتظار دیدن شما و شنیدن آواز یا صدایتان است. دختران خدا از روی نادانی دروغی را باور کردند و اجازه دادند این دروغ دید آنها را تغییر دهد با در آغوش گرفتن دروغی که می گفت ما مسئله هستیم همانطور که زمان گذشت با آن دروغ یکی شدیم با فراموش کردن اینکه دوست داشتنی هستیم بخشی از زیبایی خود را گم کردیم حقیقت این است که اکثر ما آنهایی را که منتظر دیدن شکست های ما هستند نامید نکردیم. اما جهت وزش با تغییر می کند و حقیقت با آن آزاد می شود. و به همه جا می رود و همه آنانی را که برای شنیدن صدای حقیقت و بیدار شدن گوش شنوا دارند تازه می سازد. دنیا بار دیگر مشتاق شنیدن آواز ماست. زنها مشکل نیستند. در واقع شما از زنها بدتان نمی آید بلکه از نوع رقصیدنمان بدتان می آید. لباس های ما ناراحتند و آهنگ ها ناهنجار. شما در پی فاصله گرفتن از کوته بینی ها ضعف های اخلاقی و ناتوانی ها بوده اید. این به تنهایی کار بدی نیست اما کافی نیست. منکر جنس زن شدن هرگز ما را از مشکلات به پاسخ نمی رساند. من هم خودم را برای زن بودن سرزنش کردم. به خودم اینطور طور می گفتم از اینکه دخترم متنفرم. کاش پسر بودم. پسرها آزادترند و خیلی کارها می توانند بکنند. لنتی. آنها قوی تر هم هستند. از اینکه به من زور بگویند و تسلیم بشوم بدم میآید. دلم میخواهد آزاد باشم و خودم رئیس خودم باشم. به مرور زمان فهمیدم که همه این افکار در پی پاسخ دادن به یک سری موانع و دشواری ها شکل گرفتند. صداهای مزاحم درک مرا از همه چیز خراب کرده بودند. روند این اتفاق شبیه به کار کرده سیستم جی پی در یک ماشین است. فایده ماهواره نقشه برداری این است که می تواند ورای ترافیک گره خورده و سر و صداهای داخلی ماشین مثل صدای بلند بچه ها نقشه راه را در اختیارتان قرار دهد. همسرم این سیستم را روی ماشین نصب کرده بود و یک بار وقتی به یک بخش ناآشنای شهر دنور رفته بودم میخواستم از آن استفاده کنم. تنها مسئله ای که وجود داشت این بود که برنامه ای که به آن داده شده بود غلط بود. در تمام طول راه سیستم هدایت سعی می کرد که مرا به خانه بازگرداند. از خروجی سری بیا بیرون و دور بزن. وارد خروجی بعدی شو. بیست. مسیر را اشتباه می روی. گاهی اوقات احساس کردم که نوع برخوردم با مسائل جنسیتی به همین شکل بوده است. ندانسته برای هدفی اشتباه برنامه ریزی شده بودم. مقصد بلوار مزکر خروج از بزرگ راه مهنس. شاید شما هم همین احساس را داشته اید. دستگاه هدایت شما با فریاد زدن هشدار می دهد اما شما راه را بلد نیستید. زمان آن رسیده است که از خط سرعت بزرگراهی که اشتباهی واردش شده ایم به جاده ایمنی که ما را به آن پادشاهی و فرمانروایی شهر واقع در افق می برد بازگردیم. در آنجا نه تنها می توانیم با همه دوستان زن خود جشن بگیریم بلکه بیشتر از آنچه فکرش را بکنیم رشد خواهیم کرد. حیاتی بودن نقشه خدا تصور نکنید من کوتاه آمدم یا چاپلوسی می کنم. شما بخش حیاتی پاسخ خدا برای بشریت هستید. پدر آسمانی ما شما را به طور مشخصی برای انجام وظیفه خاصی آفریده که هیچ فرد دیگری نمیتواند در زمان و مکان ما از زهده این کار برایت. امیدوارم همانطور که خطاب به صحبت با زنها و مسائلی که با آن مواجهند ادامه می دهم بتوانم خیال خوانندگان محترم را راحت کنم که خدا درباره آنها این طور می گوید. من از زنها خوشم میآید آنها پاسخی برای بسیاری از مسائل هستند. زنها به طرز باور نکردنی ارزشمندند اما اغلب در بیان آن به یکدیگر موفق نبوده ایم. شاید به اندازه کافی درباره آن نشنیده ایم. نه در رسانه ها، نه در کلیسا، نه در خانه های من، نه در عرصه تمایلات جنسی و نه در روابطمان. من. اما هرچه ارزش ذاتی خود را بیشتر درک کرده و آن را اعلان کنیم قوتمان بیشتر خواهد شد و آنچه خواهیم بود پیوسته آشکارتر می شود. آینه ای که سیاه و دود گرفته است پاک شده و نقش اصلی و زیبایی آن نمایان خواهد شد. اول قرنتیان فصل 13 آیه 12 می‌فرماید آنچه که می‌بینی چون تصویری محو است در آینه اما زمانی خواهد رسید که روبرو خواهیم دید در صفحات بعدی متوجه چگونگی این اتفاق می‌شویم دعا می کنم که جای خود را در پادشاهی خدا پیدا کنید و صدای او را بشنوید که شما را به نام میخواند. چند سوال در زیر هست در مورد آنها فکر کنید. از چه راههایی این ایستایی و سکون را دنبال می کنید تا شما را متقاعد کند که یک مسئله یا مشکل هستید؟ چند ساله بودید که فکر می کنید از این برخوردها و تعرضها بیشتر از همیشه زخم برداشتید؟ چه اتفاقی در زندگی شما پیش آمد که این فکر غلط در شما تقویت شد؟ در چه بخشهایی تصویر شما به عنوان یک مشکل قوی تر بر ضد شما خود نمایی می کند؟ چه کار باید بکنید که باورتان شود شما پاسخ و راه حل هستید؟ در کدام قسمت ها می توانید شروع کنید به پاسخ بودن برای دیگران؟ بیایید با هم دعا کنیم. پدر آسمانی به نام عیسی مسیح نزد تو میایم مطمئنم که به نظر تو من دوست داشتنیم ایمان دارم که تو مرا برای نیکویی آفریدی و نه برای بدی و تو مرا در رحم مادرم شکل دادی با این تهمت که وجود من مشکل و مسئله است بر من تاخته شده است ولی من دلم میخواهد از این تهمت آزاد شوم و در عوض یک پاسخ باشم روی خود را به سوی تو بلند می کنم. محبت و مهربانی را به من بازگردان. می خواهم به این دنیای گم شده و در حال نابودی شفا و امید ببخشم. اما اول نیازمند لمس فوری و شفای زندگی خود هستم. دید مرا تغییر بده و جان مرا بازگردان. مرا با محبت خود بخوان و نزدیک خود نگاه دار. این لباس ناهنجار را که بر تن من است در می آورم و به حضور تو می آیم و آماده تا به شکوه و جلال اصلیم برگردم. روح القدس نسیم حیات بخشت را بر تمام قسمت های مرده و بی سمر زندگیم بدم. چشمانم را باز کن تا آنچه را باید ببینم و گوشهایم را باز کن تا صدای تو را بشنوم که مرا به نام میخوانی Amen.